از ایرانیان خارج از کشور شما هیچ چیزی به غیر از خود بزرگ پنداری، به غیر از اینکه فکر کنن دانشمندن، به غیر از اینکه فکر کنن همه چیز دان هستن و خیلی میفهمن، نخواهید دید. در سایل امن خودشون نشستن، زیر پاشون و زیر بغلشون یکی داره باب میزنه و دغدغه‌شون الکی ایرانه. چون اگر دغدغه‌شون ایران بود، در طول این 43 سال 43 بار انقلاب شده بود، جمهوری اسلامی سرنگون شده بود، مردم ایران به این فلاکت نیفتاده بودن. مردم در زمان اطلاع پیدا کردن از سقوط شدن خامنه‌ای میان کف خیابون. بعد چه خواهد شد؟ سیستم امنیتی وارد عمل میشه. مردم تازه اونجا میفهمن که بابا جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای نیست، علی خامنه‌ای نبود. سیستم میکشه به این که رفرم شکلی صورت بگیره، رفراندوم قانون اساسی بذارن، ولایت فقیه رو حذف کنن. این مسئله مال 2 سال پیشه که ما گفتیم، دارم تکرار میکنم و به خاطر این که دیگه تا چند ماه دیگه این اتفاقات رو شما به عینه شاهد خواهید بود. تا اینجا 70% 75% از صحبتهای ما اتفاق افتاده، مونده این 20-25% آخرش. تمام. خب رفرم شکلی صورت میگیره و همه میان میگن که خب آقا دیگه الان جمهوری اسلامی نیستش که، جمهوری اسلامی تموم شد مردم. اون خیلی دیکتاتور بود، اون یک حکومت توتالیتر مذهبی بود. آخوندها رفتن، ببینید همه با کت و شلوار و کراوات نشستن، دیسکو نایت ها براتون باز شده، بار براتون باز شده، خانم ها بدون حجاب میتونن برن بیرون، بابا خانم ها میتونن برن توی استادیوم، میتونن برن فوتبال از توی استادیوم از نزدیک ببینن، دوست دختر دوست پسر ها میتونن تو خیابون راحت راه برن، با هم دیگه بگن، بخندن، اشغال کنن، کسی باشون کاری نداره. که این همه تغییرات رو شما نمیبینید واقعا در جامعه ما؟ تا 1-2 سال مردمی که در محدودیت شدید 43 ساله بودن، در یک خفقان شدید داشتن زندگی میکردن، تا 1-2 سال سر از پا نمیشناسند و فکر میکنن که به بهشت موعودشون رسیدن، به اون مدینه فاضله‌ای که در اذهانشون پرورش داده بودن، بهش فکر میکردن که باید برن و این کار را انجام بدن، رسیدن، تموم شد. اما بعد از 2-3 سال میبینن نه، روز به روز شرایط داره بدتر میشه باز. و اون در باغ سبز بود که گوسفندا رو مستقیم از دست گرگ نجات بدن ببرن کشتارگاه. سعید جان بفرمایید. بعد برنامه توی یوتیوب نیست، من نمیرم شما چجوری الان برنامه شما ادامه بده، شما ادامه بده من بررسی میکنم. خب دوستان لطفا توی فیسبوک برنامه رو یه بار دیگه پخش کنید، الان مجدد توی یوتیوب هم برنامه وصل میشه. من این مطالب کوتاه رو در مورد اون بخش داخلی تر میثاق ولایت بگم، بیام این ور جریان که اصل کار این ور جریان توی خارج از کشوره. سه تا آخوند هستن، کسایی که قراره این عبور از جمهوری اسلامی رو به سوی جمهوری ایرانی، جمهوری دموکراتیک، جمهوری فدرال، جمهوری دست به قول معروف هر چیزی که شما فکرشو بکنید، اما جمهوریه باید توش باشه، که حالا دلیل جمهوریش هم در ادامه بهش خواهیم رسید که چرا جمهوری، اینا چرا دنبال جمهوری هم و چرا کلید واژه جمهوری یعنی نابودی کشور ایران، در ادامهش میرسن. اما برگردیم به بخش خارج جریانی که تهش میخوره به طرح میثاق ولایت و بازوی خارج از کشور این جریان اون سه تا آخونده است. ما همیشه توی برنامه‌های رستاخیز سیمور گفتیم اگر بازی رو نشناسید، اگر سناریو رو نشناسن ملت ایران، اگر دشمنشون رو خوب نشناسن، مدام فریب میخوریم و مدام دور خودمون میچرخیم و آخوند و ارباب آخوند خیلی راحت میتونه از ما سوء استفاده کنه، کما اینکه در این 42-43 سال گذشته این کار رو کرده، به بهانه خاتمی، به بهانه احمدی‌نژاد، به بهانه اکبر کوسه، به بهانه حسن روحانی، حالا به بهانه سید جلاد یا جلاد المؤمنین، این ابراهیم رئیسی و حسن خمینی حتی.
این بازی رو با ما کرده جمهوری اسلامی. البته نه اینکه فکر کنه جمهوری اسلامی حالیشه میفهمه این چیزا رو، نه، سیاست و سیاست مدارانی که پشت اینها هستن بازی رو بهشون میدن، چون مافیای جهانی سیاست روشو روی روانشناسی جوامع مختلف پیاده میکنه. یعنی سیاستی که در ایران جامعه ایرانی پیاده میکنه با اون سیاستی که در عراق یا در افغانستان یا حتی در فرانسه یا در نمیدونم اتریش در کجای کجا اون سیاست رو پیاده میکنه فرق میکنه نسبت به روانشناسی جامعه است. روانشناسی جامعه ما متاسفانه اینجوری باید بگیم که ما رو عادت دادن به پای منبر نشستن. از زمان قدیمش هم بوده، فکر نکنید الان جدیده، از همون زمانی که مثلا فرض کنید پدر بزرگ هامون میشستن بالای خونه و قصه میگفتن بقیه باید گوش میکردن، کسی حق حرف زدن نداشت. و بیاید به جلوتر آخوند رفت بالای منبر و ملت رو کردن امت، نشستن اون پایین و فقط گوش کردن و بعبع کردن. و بیاییم جلوتر رسانه ها و روشنفکران و به قول من برنامه گذارهایی بودن که در مدت در سالهای اخیر تلویزیون هاشون یک طرف است، شبکه هاشون یک طرف است، فقط میگن، فقط بالای منبرن و هیچ گونه سوالی رو هم جواب نمیدن و میکروفونشون یک طرف است و ما ملت هم باز عادت کردیم که پای منبر بشینیم. اتفاقا یکی از همین پای منبر نشینی ها که رستاخیز سیمون همیشه از اول دوست داشت و دنبال اینه که این منبر نشینی رو قطعش کنه، برای یکی از دلایلی که ما توی رستاخیز سیمون زیاد مزاحم دوستان نمیشیم برای همینه که منبر نشینی رو ما قطع کنیم. ما زمانی میتونیم پیروز بشیم دوستان که از پای منبرهای رسانه ها فرق نمیکنه. بهترین وطن پرستترین آدم که شما فکرشو بکنید در رسانه ها 24 ساعت بشین حرف بزنه، اون داره به ملت خیانت میکنه. چرا؟ چون اون نشسته داره حرف میزنه که تو بشینی پای حرفای اون و حرفاشو گوش بدی و شما یک ماه دو ماه یه سال این حرفا رو گوش بدی دیگه باید یه تکونی به خودت بدی. اما ما رو عادت دادن که یه سال حرف این وطن پرست بزک شده رو گوش کنیم، یه سال حرف این وطن پرست رو بشینیم گوش کنیم، یه سال حرف اون یکی رو گوش کنیم و همین یه سال یه سال یه سال شده 43 سال. پس دوستان اینو تو پرانتز باز بکنم، اونجایی که ما به شما میگیم رسانه ها ابزار دست مافیای جهانی هستن در مورد ایران مخصوصا و شما هیچ وطن پرستی، دارم اینو جلوی دوربین میگم، هیچ وطن پرستی که معتقد به سرنگونی جمهوری اسلامی باشد، معتقد به سرنگونی جمهوری اسلامی باشد، در هیچ رسانه از دوزاری و پاکستانی لس آنجلسیش بگیرید تا این تلویزیون های لندنی و اروپایی و آمریکاییش، شما هیچ وطن پرستی رو اجازه حضور در این رسانه ها بهش داده نمیشه. چرا؟ چون شما اگه بخواید توی این رسانه ها صحبت کنید باید یک قوانین و یک چارچوبی رو به قول معروف تایید کنی، امضا کنی، بگو من این چارچوب قبول میکنم و اون چارچوب میشه چی؟ میشه چارچوبی که ملت تو برو بالای منبر بذار مردم پای صحبتات بشینن، خیلی قشنگ صحبت کن، فوش بده، خوب صحبت کن، اصلا داد بزن، نعره بزن، قارقار کن، اما مردم رو جذب خودت بکن. وقتی مردم شدن جذب خودت این مردم دیگه نمیرن توی خیابون، میان میشینن پای صحبت شما که ببینن شما چی میگی. و این شده اون روانشناسی که روی جامعه ایران درست کردن، اینو بررسی کردن و سیاست رو براش بنا گذاشتن. برای همینه که شما در میبینی در سال در قرن 21 در سال 2021 شما میبینید یک آخوند الدنگی میارن تو تلویزیون صدا و سیمای ملی جمهوری اسلامی و میگه آیت الله مکارم شیرازی زمانی که گور به گور شد ما رفتیم این آقا رو به قول معروف غسلش بدیم، این ویدیوش هستی که دیدید و من گفتم خدایا اگر میشه من یه بار دیگه آقای مکارم چشماشو باز کنه منو ببینه و زمانی که اومدیم مکارم رو غسلش بدیم یه دفعه چشماشو باز کرد منو دید یه لبخند زد و خدافظی کرد. و اتفاقا امتی در داخل ایران هستن که به این باور دارن. ببین چجوری با ما بازی میکنن. برای همینه که شما یک وطن پرست رو در هیچ رسانه‌ای هر کسی اومد گفت من وطن پرستم، هر کسی اومد گفت من مخالف جمهوری اسلامی ام،
هر کسی اومد گفت من مبارزه میکنم برای سرنگونی جمهوری اسلامی و در یک شبکه‌ای برنامه داشت یا میهمان میشد مرتب، شما بدونید که ریخت تو کفشش، امکان نداره. حالا دلیلش هم بهش میرسم، اما بیام که بخش خارج از کشورش داشتم توضیح میدادم. ما مدت هاست دوستان مطلبی رو مطرح کردیم در مورد مجموعه به اسم بنیاد دفاع از دموکراسی ها یا FDD. اگه دوستان خاطرشون باشه برنامه گذشته در این مورد بود. این جریان FDD که همون جریان اصلاح طلبان نسل جدید هستن. یعنی چی؟ یعنی حسن شریعت مداری اگه پدرش انقلابی 57 بود، خودش مسئول این جریان نسل بعدیه. یعنی محمد ملکی که اگر خودش استاد دانشگاه خبر مرگش تهران، رئیس دانشگاه تهران، یک انقلابی شد، انقلابی بود، امروز پسرش عمار ملکی جایگزینش. اگه محمد نوریزاد خودش اون روز انقلابی 57 بود، امروز پسرش نسل بعدیشه. اگر ابوالقاسم خزعلی در داخل خودش انقلابی بود، امروز پسرش نسل بعدیشه. و این نسل بعدی ها هیچ استثنایی ندارن، اونایی که توله دارن از ولی نصر. اگر حسین نصر خودش انقلابی بود، نفوذی بود در دربار ایران، امروز پسرش ولی نصر نسل دومیه که داره ادامه، یعنی گام دوم جمهوری شما بخوانید نابودی ایران رو این افراد و این نسل دوم دارن برمیدارن. اما این نسل دومی ها دوستان، همونچه که ما اسنادش هم ارائه دادیم دیگه، به قول معروف نمیان حرفای حسین نصری یا او شریعت مداری گنده رو بزنن، میان حرفای من و شمای ایرانی رو میزنن. اتفاقا خیلی هم شیک، پرچمشون هم شیر خورشیده، اما زیر مجموعه بنیادی هستن که این بنیاد بنیادیه که تا امروز از اصلاح طلبان رو درست کرد، ازش استفاده برد، 24 سال ایران رو نابود کرد. فرق نمی کنه اصلاح طلب اصولگرا، اما من دارم این شاخه رو توضیح میدم. و حالا قراره این مهره ها از داخل ایران جمع بشن، تخمشون رو به قول معروف علی خامنه ای بگیره از بیخ بزنه، نسل جدیدش با یک چهره جدید، با یک حرف جدید و اتفاقا با پرچم شیر خورشید وارد بشن. اما نیت چیه؟ نیت همون نیت اصلاح طلبان نسل قدیمیه. مثل این میمونه که شما تایر ماشینت کیان تایر باشه، این کیان تایر ها صاف شده، حالا میری یه لاستیک دیگه میخری، اونم کیان تایره، همون شکل شمایل و همون کار کردن داره، اما نوعه جدیده. این فرقشه. اون پنچر میشد فسفس میکرد، این دیگه پنچر نمیشه، 5 سال 2 سال برات میره. این چنج رو دارن انجام میدن. این مجموعه FDD دوستان که بنیانگذار، یکی از بنیانگذاران اندیشه‌ای این جریان، ما در برنامه‌مون توضیح دادیم در برنامه‌های گذشته، شخصی به اسم برندا شفر که این برندا شفر مأموریتاشو نمیدونم عملکردش و اندیشه‌شو همه اینا رو ما تو برنامه توضیح دادیم و تهش دنبال تجزیه ایرانه که اتفاقا همین 2-3 روز پیش هم یه توییت جدیدی زد، همه اون حرفای ما رو تایید کرد که حالا جام کماکان اگر بتونه اونو نشون میده. مجموعه افراد و شبکه های زیر مجموعه FDD هستن، قراره در اختیار اون سه آخوندی که داخل ایران صحبت کردیم، حسن خمینی، رئیسی، مشتبه خامنه، ابزار و عوامل اون آدم ها در داخل ایران بخشی هستن که بهش میرسیم، در خارج از ایران بخشی هستن که خودشون رو به اسم اپوزیسیون معرفی کردن که الان صحبت کردیم، و زیر مجموعه یا توی شبکه‌ای به اسم بنیاد دفاع دموکراسی ها یا FDD که خود این بنیاد از بنیادهای جورج سوروس، یعنی پدر اصلاح طلبان حالا این نسل جدید رو داره آماده میکنه برای داخل ایران. و خلاصه یه جریانی که اینا میخوان به کجا برسن ما تو برنامه‌مون توضیح دادیم، یک چارت بسیار بسیار دقیقی ازش آماده شده که خود اون چارت نزدیک 4 ساعت 5 ساعت برنامه می‌طلبه که ما درش بیاریم، شاید هم بیشتر، اونو بیاریم خدمتتون عرض کنیم. اما تمام مواردش رو گفتیم و بهش رسوندیم. حالا خود جمهوری اسلامی، یعنی اون بخش اونوریش اصولگراش، اومده بعد از همه این اسنادی که ما ارائه دادیم و صحبتاشو کردیم برای اولین بار،
و اصلا مافیای سروس و دلجیگر سروس رو از داخل جمهوری اسلامی کشیدیم به ملت نشون دادیم چه خبره. وقتی جمهوری اسلامی، وقتی علی خامنه‌ای میاد میگه من با یهودیت مشکل دارم، دروغ میگه چون با سروس رئیسشه. وقتی ظریف میاد اون حرف رو میزنه میگه اسرائیل رو نابود میکنیم، دروغ میگه چون سروس که خودش یه یهودیه رئیسشه. و اون رابطه اسرائیل یهودیت که حالا بهش میرسیم در ادامه شاید برسیم، تمام جریان اومدنش حالا جمهوری اسلامی اومده و خودش داره اون مطالبی که چند سال پیش ما گفتیم، بدون اینکه منبعی داشته باشیم، بدون اینکه در این بازی ها حضور داشته باشیم و بدون اینکه به قول معروف سهمی یا درصدی یا چیزی از این معادلات باشیم، ما اینا اومدیم اینا رو اعلام کردیم، حالا جمهوری اسلامی اومده اینا رو داره اعلام میکنه. اینا بسیار بسیار مهمه. اما نکته ای که حالا از این صحبت چی بود، نکته ای که توی این مستندات جمهوری اسلامی هست، حرفی که ما چندین ماه پیش اعلام، حتی قبل از انتخابات آمریکا، اگه خاطرتون باشه دوستان، ما این مطالب رو عنوان کردیم که آقا این موجی که راه انداختن که این رئیس جمهور ترامپ یا اون یکی بایدن، این خوبه اون بده، این بده این خوبه، دوستان سیاست زمین بازی است که مافیا اتفاقا این زمین بازی رو داره اداره میکنه و من و شمای مخالف اون سیاست کارتری داریم توی این زمین بازی میکنیم برای همون سیاست. یادتونه در مورد ترامپ و بایدن؟ یادتونه چه سیرکی رو انداختن؟ 6 ماه اون میگه هر کس ترامپ حمایت نکنه مزدوره، اون میگه هر کی به بایدن حرف بزنه مزدوره، یکی میگه هر کی به ترامپ حرف بزنه مزدوره. دقیقاً توی بحبوحه زمانی بود که شاهزاده رضا پهلوی من پیمان نوین رو اعلام کرد. همه دون دوستان یاد دارید یا ندارید. موجی که اونجا رو آقا کمپین بزنیم برای ترامپ، اون یکی کمپین بزنیم برای بایدن. رستاویز سیمرغ چی گفت؟ گفت آقا رئیس جمهور و دولت در آمریکا و همه کشورها که ادعای دموکراسی هم اتفاقا میکنن، مأمور و ابزار ادعای سیاستیه که اون حکومت پشت دولت ها فرق نمی کنه، این جمهوری اسلامی. یعنی شما یک شبکه این جمهوری اسلامی در داخل آمریکا دارید، یک شبکه این جمهوری اسلامی توی فرانسه دارید، یک شبکه هم این جمهوری اسلامی حتی توی سوئیس دارید. اما این شبکه هایی که به اسم حکومت پشت پرده هستن، اینا توی سیاست های داخلی و حتی خارجی دخالت نمی کنن. اینا سیاست آماده می کنن، میگن تو رو اجراش کن آقای دولت، امروز ترامپ تو مأموریت داری این سیاست من رو اجرا کنی. حالا روش اجراش فرق میکنه. ترامپ یه وقت اینجوری انجام میداد، اوباما یه اینجوری دیگه انجام میده، بایدن یه جوری دیگه انجام میده، اما سیاست یک سیاسته و قراره توی این 4 سال این آقا از اینجا بره اینجا. حالا میخواد با الاغ بره، با شتر بره، با هواپیمای نمیدونم بوئینگ 700 فلانش بره، میخواد پیاده بره، میخواد با ماشین بره. سیاست حکومت آمریکا این یک قرار اتفاق میفته، یعنی قراره در منطقه خاورمیانه چیزی به اسم معامله بزرگ قرن پیاده بشه، طرح ابراهیمی بشه، بعد نمیدونم جنگ ارمنستان، جنگ قره‌باغ انجام بشه، بعد در ادامه فلانجا جنگ بشه، بعد توی یمن اینجوریش. تمام این اتفاقات از قبل برنامه‌ریزی شده است. دوستان میدونستید سال 2018 رئیس جمهور آمریکا 2 سال شده ترامپ، یعنی 2 سال دیگه زمان داره. 2018 حکومت آمریکا اومده پیش طرحی رو داده بیرون منتشر کرده و توی اون طرح تمام اتفاقاتی که من و شما الان در زندگی میکنیم و در آینده بخواد اتفاق بخوره 2018 منتشر کرده. و اتفاقا در اون طرح 2018 اسم دولت جو بایدن اومده. این میفهمی میدونید یعنی چی؟ یعنی اون زمانی که ترامپ 2 سال بود هنوز رئیس جمهور بود، حکومت آمریکا میدونست گام بعدیش دولتیه به اسم دولت جو بایدن و قراره چه اتفاقاتی رقم بخوره و به کجاها برسیم. اونا برسن یعنی در حقیقت من و شمای ایرانی تو بازی اونا بازی کردیم به نفع اونا به اسم مخالف. این اون چی فرهنگ منبرنشینی ما ایرانی هست که کلا سرمون میره. نمیریم مطالعه کنیم، نمیریم بخونیم، نمیریم سوال کنیم، اگه یک کسی میاد یه حرفی میزنه نمیریم در موردش تحقیق کنیم. چون آقای مثلا
مثلا کی اون یارو یه نفر با وطن پرست خودش رو نشون داده، پرچمش هم شیر و خورشیده، صحبتش هم صحبت پادشاهی بوده، پس این آدم آدم درستیه. بریم دنبالش چیکار کنیم؟ بریم به سمت ترامپ، بگیرید او را بدوید، فوش بدید به هرکی بر علیه ترامپه، یا این بر جریان فوش بدید به هرکی بر علیه بایدنه. توی این وسط چیزی که داره نابود میشه چیه؟ کشور من و شما داخل ایران. اون کشور داره نابود میشه. من و شما یقمون رو گرفتید سر این که در انتخابات آمریکا تقلب شد یا نشد، چرا حق بایدن خورده شد، چرا حق ترامپ خورده شد. ببین چجوری بازیمون میدن، چجوری فریبمون میدن. اون روزی که ما این صحبت رو میکردیم خیلی از دوستان میگفتن آقا شما یا حالتون خوب نیست یا تب دارید یا از یه سفینه دیگه از یه فضای دیگه اومدید، در صورتی که ما جاهای رو نگاه میکردیم، بازی رو به گونه نگاه میکردیم که اون بازیگر اصلی یا اون بازی نویس اصلی داره از اون زاویه به دنیا نگاه میکنه. خیلی فرق میکنه شما از کجا به دنیا نگاه کنید. از طبقه اولی یک برج نگاه کنید، خب محدوده دیدت همون حیات و همون دور و برته. از طبقه 20 اگه نگاه کنید محدوده دیدت بسیار بالاتر بازتره. اما از طبقه 70 80 و 100 یه از اون بالای بالا کل منطقه رو داری میبینی. ما ایرانی ها اگر از پای منبر بلند شیم به طبقه صدام میرسیم که کل دنیا رو میتونیم ببینیم. اما این منبرها ما رو تو طبقات اول و دوم نگه داشته. امروز آقای ایکس میاد برامون میشه وطن پرست، بیریم دنبالش. پس فردا آقای ایگرگ میاد، بیریم دنبالش. پس اون فردا این دو نفر میاد دستشون میذارن دست هم، میگن حسن خمینی رهبر اپوزیسیون. چرا باید کنید؟ یا مجبورید دنبالش برید یا سرخورده و سرشکسته و دلشکسته بشید، دلسرد بشید، یا از ما که گذشت خودتون میدونید. این اون چیه که مافیا اتفاقا روش برنامه ریزی کرده. یه روزی یادم اومد توی رستاخیز سیمرغ چند سال پیش، جناب کماکون هنوز برنامه مشترک نداشتیم، اینو مطرح کردم، گفتم جمهوری اسلامی لیدرهای به اسم لیدر مبارزاتی فرستاده که هر کدوم اینا مردم ایران رو بخش بخش در خارج از کشور یا داخل بخش بخش کردن، همه هم در ظاهر با هم دشمن هم. اما در لحظه موعود همه اینا باید با هم یک هدف و یک آدرس رو بدن، آدرس یک میدونی رو بدن که همه توجه ها رو جلب کنن اونجا. یادتون هست این برنامه رو دوستان؟ شما اینو کجا میتونید مثالشو ببینید؟ انتخابات رئیسی و روحانی یادتونه دیگه، همه میگفتن آقا بدید برید به روحانی رای بدید که اگه رئیسی بیاد پدرتون در بره، خب رئیسی شد رئیس دستگاه قضا. یا تو جریان 22 بهمن، یا الان جناب کمالپور خیلی جالبه، همون آشغالهایی که 22 بهمن ملت رو تحریک میکردن بیاد توی خیابون، امروز اومدن برای انتصابات جمهوری اسلامی ساعت 7 بعد از ظهر 28 خرداد بیاد بیرون. دوستان 28 خرداد تا ساعت 1:30 نصف شب تماما در اختیار جمهوری اسلامی برای هر تجمعی که اتفاق بیفته به نفع جمهوری اسلامی. اما افرادی با پرچم شیر خورشید با دایره پادشاهی خواهی اومدن دارن تبلیغ میکنن که ملت 28 فلان ساعت فلان بیا بیرون، آب آسیاب کی ریخته بشه؟ جمهوری اسلامی. حالا اینا کیا؟ همون لیدرهایی هم که صحبت کردم، یکیش میشه مثلا یه آشغالی مثل سعید شمیدانی، یا چوشکی مثل سیاوش امانیه، یا آشغالی دیگه مثل علی جوانمردی، یکی دیگه اون کیه؟ فخرآور مخرآور، همه یا آشغالایی که تو همه پروژه هم دست شد دست هم. این اون چیزیه که بسیار بسیار خطرناکه برای ما. بنا جان شما توضیحات تو بدید تا من بعد یادم بعد میخوام بریم سراغ اون مستنده. خواهش کنم. یکی از این همیهنامون اومده نوشته چی شده الان این بنده خدا میگه اصلا تو باغ نیست کلا تو ایران چه اتفاقاتی داره رخ میده، تازه اومده میگه چی شده الان، هیچ یه 43 سال دیگه متوجه میشه چی شده. خدمت رو عرض کنم که بله نمیشه تصویر من ببره نمیشه بله. خب من اینم درستش کنم. آقا توییت بنده شفر هم نشون دادی؟ یس بله گفتین ایشون بده ما هم نشون. پس یه توضیح بده که برنده شفر چی گفت، هشتگی که زده چیه داستانش، اینا دوستان در لانش باشن تو من ندیدم. آخش نه اونم میگویه بله برویم اینه درست کنم. دوستان های قاسمی اعتراض کرده، اینم درستش کنم که
راه اعتراض آقای قاسمی رو ببندم. خب دوستان، خدمت رو عرض کنم که بله، در انتخاباتی که ما صحبت میکنیم ازش که میگیم، اولی که این توییت برنده شفر در رابطه با آتش سوزی در خوزستان بوده که اعلام خوشحالی کرده از اینکه حزب الاحوازی تجزیه طلب اومده در خوزستان آتش سوزی رو انداخته و اعلام تشکر و خوشحالی کرده نسبت به اینکه تجزیه طلب های پان عرب دارن در کشور آتش سوزی را میندازن. این برندا شوفر همونیه که ما در پروژه FDD قراره که مطرح کنیم، کامل بازش کنیم، که زیر مجموعه یکی از گروه های جورج سوروس هست. اما مطلبی که جناب قاسمی اشاره کرد در رابطه با ریاست جمهوری ترامپ و بایدن، من برمیگردونم به همین انتخابات در داخل ایران. شما نگاه میکنید از افرادی که حضور پیدا کردن، یک شخصی که در ریاست قوه قضاییه حضور داره میاد ثبت نام میکنه برای ریاست جمهوری و اعلام میکنه من برای اینکه جلو فساد رو بگیرم وظیفه خود میدارم که بیام ثبت نام کنم. خب آخه مردک، تو اگر خواسته باشی جلو فساد رو بگیری به عنوان رئیس قوه قضاییه که دستت بیشتر بازه که جلو فساد رو بگیری، چرا بری رئیس جمهور شی؟ بعد جالب اینجاست که در اولین مناظره انتخاباتی به همین آقای رئیسی میگن آقا بذار دهنمون بسته باشه، ما که میدونیم شما 6 کلاس سواد بیشتر نداری. درسته ما برای تحصیلات حوزوی شما ارزش قائل میشیم، اما همه میدونن شما 6 کلاس بیشتر سواد نداری، اصلا از اقتصاد هیچی آنیت نمیشه. برید 3 ساعت و 45 دقیقه مناظره است، برید ببینید حتما کسانی که فعالیت های مبارزاتی میکنن، حالا ما که سیاسی نیستیم، ما بیشتر همیشه گفتیم ما مبارزیم، چون بعد از پیروزی اصلا کاری به دنیای سیاست نداریم، میریم دنبال زندگیمون. اما حداقل کسانی که مبارزه میکنن و میخوان بیان صحبت کنن، این ویدیوها، این برنامه ها رو باید ببینن. کسانی که صحبت میکنن افردا همه را نیفتن برن توی لایو احمدی نژاد و لایو اراذل و اوباش چپی ها و این تروریست های قدیمی چریکان فدای خلق و توده موده یا کسانی که ادعا میکنن میان پرستن و صحبت میکنن، محتوا سازی دارن، برنامه سازی میکنن. مسئله که آقای قاسمی اشاره کرد، یک گروه بین المللی هست به اسم International Crisis Group، گروه بحران، گروه بین المللی بحران در آمریکا، که این گروه وظیفه داره در خصوص کلیه کشورهای جهان کارگروه های متعدد دارن، برای ایران، برای نمیدونم افغانستان، برای پاکستان، برای عراق، برای سومالی، برای لیبی. شما بزنید International Crisis Group، نام ایران رو سرچ کنید، تمام این مطالب میاد بالا که داریم عرض میکنیم الان. بفرمایید دوستان در اینستاگرام اگر پرسشی دارید بفرمایید، در خدمت. تصویر نداریم به دلیل اینکه تصویر رو نمیتونم توی برنامه لایو الان روی اینستاگرام بیارم. دوستان این الان لایو هست، بعد در قسمت IGTV ویدیو با تصویر رو قرار میدم که تصویرم وجود داشته باشه. International Crisis Group در ایالات متحده آمریکا مطالبی رو در رابطه با تفاهم‌نامه هایی که بین دولت محمود احمدی نژاد در زمینه برجام و گروه 5 به علاوه 1 بود و منتشر کرد، در زمان روحانی منتشر کرد و همینطور داره منتشر میکنه. و جالب اینجاست، مطالبی که داره منتشر میکنه همیشه مربوط به اتفاقاتیه که 2 سال آینده، 3 سال آینده، 4 سال آینده میخواد اتفاق بیفته، که اون مطالب در اون تاریخ در وبسایت International Crisis Group منتشر میشه. اکثر ما ایرانی هم که تو خواب هستیم و دنبال هجویات و خزعبلات و توهمات فردی، دنبال تحقیق و پژوهش تو سایت های مختلف معتبری که دارن کار میکنن نیستیم.
تو حتی اخبار ساده دم دستی سانسور شده هم نمیریم تحقیق کنیم، چه برسه به اون سایت ها. حدودا 2 ماه پیش یک ویدیویی رو ما قرار دادیم در کانال های رستاخیز سیمرغ، مبنی بر اینکه توافقاتی که جدیدا میخواست صورت بگیره، یکی از قولهایی که ایالات متحده داده این هستش که تا 10 میلیارد دلار از پولهای بلاک شده مردم ایران رو برای جمهوری اسلامی آزاد بکنه و با 5 میلیارد دلار درخواست وام جمهوری اسلامی در سال گذشته از بانک جهانی موافقت بشه که این وام هم پرداخت بشه. با توجه به اتفاقاتی که قراره تا چند وقت دیگه بیفته، قلب و غمهایی در بین مخصوصا اصلاح طلبان در ایران شکل بگیره و افشای وایسی که اون مصاحبه وایس کردن، مصاحبه جواد ضخیم بود مالکش اعظم، خود جمهوری اسلامی، شبکه 3 جمهوری اسلامی مستندهایی رو ساخت که بیاد اسنادی رو از وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در دولت حسن روحانی منتشر کنه. اما در این مستند سوتی های بدی دادن. حالا ما میخواییم اینو دیگه نه سعید قاسمی گفته نه مهران کمالپور گفته، این مستندی هست که جمهوری اسلامی با اسناد گروه بحران International Crisis Group اومده صحبت کرده چه اتفاقاتی رخ داده، چه قرارهایی رو گذاشتن، مسائل برجام به کجا رسیده. ما اینو میخواییم بهش بپردازیم با دو موضوع کاملا مشخص. جناب شمشیری، من پاسخ شما رو کامل دادم دوست عزیز، الان بدون تصویر، بعدا ویدیو با تصویر در اینجا قرار داده خواهد شد در اینستاگرام. با دو موضوع مشخص، اول خطاب به اون بیخردانی که باعث ایجاد نفرت، ایجاد شکاف در دل مردم شدن که بگن آقا ترامپ با مردم ایران بود، بایدن نیست، بایدن حق ترامپ رو خورد، نمیدونم ترامپ بر میگرده، هنوز منتظرن. طرف میگفت 19 مارس منتظر باشین ترامپ میاد، 19 مارس رسید به 20 آپریل، 20 آپریل شد 15 مای، الان میگن شهریور که میشه اواخر آگوست یا مثلا سپتامبر، شهریور ترامپ میخواد بیاد. ترامپ هم گهگداری یه جایی یه چیزایی میگه، مردم ما دائما عادت کردن تو طلا گیر بکنن. بدبختی اینجاست که من مطمئنم جمهوری اسلامی هم سرنگون بشه، این مردم خودشون برای خودشون تله درست میکنن، چون عادت کردن، آداپته شدن، سادیست پیدا کردن که خودزنی بکنن. خب میرن تو این طلا گیر میکنن. حالا ما میخواییم این مستندها رو پخش کنیم تا ببینیم که به کجا میرسیم. جناب قاسمی اگر صحبتی دارید، تا الان 1 ساعت و 40 دقیقه زمان برنامه، 1 ساعت و 35 دقیقه زمان برنامه گذشته، این دو قسمت رو خواسته باشیم پخش بکنیم خورد خورد، من فکر کنم نزدیک به 3 ساعت زمان ببره. من چند تا مطلب رو بگم، صحبتی که شما انجام دادید کاملش کنم. اول که خواهش میکنم دوستان توی فیسبوک و توی یوتیوب حتما برنامه رو پخش کنیم و بفرستید برای دوستان دیگه تون، توی مسنجر میتونید بفرستید و توی گروه ها میتونید که برنامه رو پخش کنید. رسانه گفتم جریان و رسانه ها و تلویزیون ها و مطبوعات و یا رادیو هایی که در موردش صحبت کردم، اینو میدونید این صحبت اصلا گفته نمیشه و نباید هم گفته بشه. بنابراین از همین فضایی که در اختیارمون هست تا اونجایی که میتونیم استفاده کنیم. دوستان بسیار بسیار برنامه های رستاخیز سیمرغ بسیار بسیار ضربه‌ای که باید میزده محکم و قوی خورده به هدف. شما میبینید بعد از هر برنامه یه روزی، مثلا تا یک سال پیش اگر کسی میومد میگفتش که جمهوری اسلامی و اسرائیل با هم دیگه دوستن و رفیق هم و دارن بازی میکنن، کله اون شخص گوینده رو همین وطن پرستان میکندن، یادتون هست دیگه. اما برنامه های رستاخیز سیمرغ کار رو به جایی رسون که الان خود اینترنشنال، رژیم اینترنشنال، بی بی سی، مناطق،
ایکس ایگرگ وای میان برنامه میذارن و اون مطالبی که در برنامه رستاخیز سیمرغ یک سال و نیم دو سال پیش یا سه سال پیش مطرح میشد رو میکنن موضوع برنامهشون و میبینید الان داره این گفته میشه، داره مطرح میشه که بله جمهوری اسلامی عامل دست اسرائیل است و هر دو با هم عامل یا بازوهای مافیا هستن برای پیشبرد سیاستش، سیاست مافیا در خاورمیانه، یعنی پینگ پونگ های سیاسی که اینا بازی میکنن، بدوستان هایی که بازی میکنن و از همه مهمتر نابودی کشور ایران توسط جمهوری اسلامی و ارباب ها برای تثبیت کشوری به اسم اسرائیل و پیشبرد سیاست های اسرائیل که واسه باشی موریانه خاورمیانه. بنابراین وقتی توی رستاخیز سیمرغ میاد مطالب مطرح میشه باب حرفای جدید، یعنی دوستان اینو امیدوارم بچه هایی که توی رستاخیز رو دنبال کردن توی کامنت بنویسن، زمانی که رستاخیز سیمرغ شروع کرد به فعالیت کردن و افشاگری کردن تا قبل از این زمان تو تمام رسانه ها دعوای مصدق بود، دعوای قوام السلطنه بود، دعوای تیمور بختیار بود، دعوای شاپور بختیار بود و دعوا کلن مال قبل از 57 بود تا برو به 1300 که اسماعیل نوریالا اون موقع جوون بوده، تینیجر بوده و داشته مبارزه میکرده بر علیه استبداد. یعنی گفتمان در داخل اپوزیسیون رو تا قبل از اینکه ادعا میکنم اینو ادعا میکنم طبق اسنادی که ما تو رستاخیز داریم، تا قبل از اینکه رستاخیز سیمرغ فعالیتشو آغاز کنه و گسترده بشه تمام گفتمان در خارج از کشور در مورد اپوزیسیون بودن و دعواشون در حقیقت بین در مورد قبل از سال 57 تا 1300، یعنی 1300 تا 1357 به هیچ عنوان به مقوله 1357 تا امروز یا تا اون روزها کسی نمی پرداخت و سعی می کردن ملت رو توی همون جریان ها سرگرم کنن. اما ما رستاخیز سیمرغ اومدیم این دیوار رو شکافتیم، سوراخ کردیم، مثل اون داستان پتروس که دست رو کرد تو اون سوراخ صد درم، ما دست رو کشیدیم و سوراخ رو اومدیم گذاشتیم بزرگ بشه و الان گفتمان غالب در اپوزیسیون و در مخالفان جمهوری اسلامی شده بحث روز که بسیار بسیار مهمه و از همه این بحث های روز مهمتر بحث دوستی جمهوری اسلامی و اسرائیل و بحث فریب بزرگ که خمینی اومد توی ایران، مأموریتی که داشت، فریب بزرگ این بود که بگید مرگ بر فلان مرگ بر فلان، اما پشت پرده همون اسرائیل و همون آمریکا داشتن جمهوری اسلامی رو مدیریت میکردن برای نابودی ایران که امروز دیگه بر همگان آشکار شده و کار به جایی میرسه که شهرام شارلاتان میاد یه برنامه میذاره، منشور ساشمیشی رو میاره با اینو تو پرانتز میگم با مهدی خزعلی و موضوع برنامهشون چیه؟ اسرائیل جعلی است، آیا جعلی است یا جعلی نیست؟ که میبینید منوچهر ساشمیشی خودش یک قالتاقه به تمام معنای در مقابل یک آخوندزاده‌ای که از این قالتاق داره در گفتگوهایی که انجام میشه که مهدی خزعلی اکثر صحبتایی رو که آورد کرد بخش زیاد شما تو رستاخیز سیمرغ گفته بودیم، اما این حرفا رو ما گفتیم در دوستی اسرائیل و جمهوری اسلامی، اما اونا اومدن سر فقط اسرائیل و هیچ ربطش به جمهوری اسلامی ندادن. اما منظورم اینه که این تابوها شکسته شد و شما امروز دیگه دارید میبینید که اگر نتانیاهو هر کجا کارش گیره جمهوری اسلامی میاد چهار تا موشک علم میکنه این دلیلش چیه و اگر نتانیاهو میاد چهار تا موشک میزنه و حماس هزار تا موشک میزنه به نتانیاهو دلیلش اینه که اینا دنبال بقای خودشونن و دنبال برتای سیاسی هم و همکاری هایی که بین جمهوری اسلامی و اسرائیل داره تو منطقه و حتی آمریکا داره شکل میگیره. بنابراین این برنامه رستاخیز سیمرغ رو لطفاً دست کم نگیرید و پخش کنید. این حرفای جدیدی که به قول معروف می‌خوایم بهش برسیم. اما در مورد این مستند که جناب کمالپور گفت، این سایتی که جناب کمالپور معرفی کرد سایتی که از حکومت آمریکا میاد بیرون دوستان، نه از دولت آمریکا، از حکومت آمریکا، یعنی حکومت سایه آمریکا که مدیریتش دست اون حکومت است. دو سال پیش اومده الان مستندش رو می‌بینید، یعنی حکومت سایه جواب قاسمی، یعنی حکومت سایه آمریکا، حکومتش بله، حکومت نه دولت نه حکومت بله، حکومت وقتی ما میام منظورم همه اون جریانه پشت پرده است. حرفم اینجاست دوستان، شما میبینید مثلا رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ، شما میبینید در این رسانه‌های فارسی زبان، حالا ما بخش فارسی زبانش رو کار داریم، انگلیسی زبانش اینا بماند، اونا رو دوستان برن تحقیق کنن،
شما میبینید در این رسانه‌های فارسی زبان افرادی پیدا میشن، هنوز یارو 2 سال سر کاره، افرادی پیدا میشن که شروع میکنن اتفاقا حقوق بگیر همون دولت آمریکا هم هستن، این همون رئیس جمهور ترامپ آمریکا، میان و مطالبی گفته مطالبی مطرح میکنن. داله بر چی؟ داله بر که ترامپ 4 سال بعدی نخواهد بود و کسی دیگه مثلا یه دموکرات خواهد بود. یادتون هست دیگه معصوم قومی میومد توییت میزد، پست میذاشت، هنوز 3 سال بود ترامپ رئیس جمهور شد، 1 سال دیگه داشت میگه من به دونالد ترامپ رأی نمیدم، من به یه دموکرات رأی میدم. یا فلان تحلیلگر میومد تو رسانه، یکی این رسانه ها و این حرف رو میزد، یا فیروز نادری و همسان، یادتون هست دیگه این مسئله رو. و اتفاقا من و شما این وطن پرست داره فکر میکنیم وطن پرستیم بعضیامون، میافتادیم حمله به یارو که آقا تو چرا بر علیه ترامپ حرف زدی. اینجا خیلی مهمه دوستان، ما در برنامه بنیاد دفاع از دموکراسی ها و معرفی FDD که مانیفستش رو نشون دادیم و در مورد صحبت کردیم، یه بخشی داشت که اون بخشش ارسال تعمیم و ارسال کارشناسان، اقتصاددانان، کارشناسان نظامی، روانشناسای جامعه، نمیدونم روانپزشک، پزشک و تحلیلگر اقتصادی سیاسی به رسانه‌های فارسی زبان بود. یعنی چی؟ یعنی اینترنشنال، رژیم اینترنشنال و من و تو و صدای آمریکا و جانوران لس‌آنجلسی و امثال اینها اگر قرار کارشناسی دعوت بشه، کارشناس باید از این بنیاد دعوت بشه. خیلی مهمه. مثلا یکی کسی مثل علیرضا نامور حقیقی یا مثلا مثل همین آدمایی که دارید تو این فضای رسانه‌ای دارید می‌بینید، اینها حقوق بگیر اون بنیادن. حالا چه اتفاقی میفته؟ 1 سال مونده رئیس ریاست جمهوری ترامپ تموم بشه، شما میبینید این مفسران و این کارشناسان میان توی این رسانه ها و صحبت از یک دولت دموکرات میکنن. خاطرتون هست دیگه، همتون اینو دیدید. حالا اینجاست که باید شم سیاسی ما ایرانیان یه سماده بهش بخوره که آقا اگر یارو میاد امروز توی رسانه یه صحبتی میکنه که قرار 1 سال دیگه بیفته، علم غیب نداره، مأموریت داره که این رو بیاد توی جامعه پخش کنه قبل از اتفاق. این بخشش هم توی سینما افتاده که ما قبلا در موردش صحبت کردیم. حالا همین چیزی که همین جناب کمالپور میخواد پخش کنه و در موردش صحبت کرد، وقتی سیاست این میشه که تا 2 سال دیگه 3 سال دیگه این اتفاق بیفته، این بخش بنیاد دفاع از دموکراسی ها یا FDD یا گنده تر از FDD سروس مأموریت رو میده به بلبلانش که با زبانهای مختلف برن توی این رسانه ها و در مورد این صحبت کنن. وقتی اینا صحبت میکنن، یعنی امروز مثلا فرض کنید مثلا شما امروز باگن سر کاره، یه دفعه یک مجموعه از این آدم ها بیاد توی رسانه ها و صحبت از یک اتفاق بکنن که در آینده نزدیک قرار بخوره، خب اون کسایی که دل به بایدن بستن ناراحت میشن، بهشون برمیخوره، شروع میکنن حمله کردن به اون مفسران. خب اینجا یه دعوای را میفته، هدف اصلی که نابودی ایران فراموش میشه، این دعوای اتفاق میفته و اون خب دوستان عزیز ایزه بدین آقای قاسمی رو من بیارمش بالا، قطع شد، یه لحظه ایزه بدین، امیدوارم که دوستان صدای من هستش، ایزه بدین من جناب قاسمی رو بیارمش، اینترنتش به مشکل خود فکر کنم. من از این طرف دارم آقای قاسمی رو میگیرم، هم آقای قاسمی از اون طرف داره منو میگیره. بله دوستان، بدبختی ما یکی دوتا نیست. من درود دوستان، چند تا مطلب رو خیلی کوتاه. سلام، درود آقای قاسمی. هر جایی میریم آقای قاسمی. آقای قاسمی زنگ بزن، منتظرم که خودت زنگ بزنی.
دوستان در اینستاگرام، درود دوباره، بدنی که سرعت اینترنت اومد پایین قطع شد. توضیح میخوام، آقای قاسمی هم قطع شده، اجازه بدید تا آقای قاسمی رو بیارم روی خط که برنامه رو ادامه بدیم. دوستان در اینستاگرام برنامه رو در دایرکت برای دوستانتون بفرستید که دوستانتون بیان. آقای قاسمی اومدی شما؟ سعید جان هستی؟ مرا دوربین تو باز کن سعید جان. دوربینت برگشته. چی؟ دوربینت برگشته. عمودی افقیش کن. بله، تا دوربین آقای قاسمی رو من ببینم چطوری درستش کنم، بگم که بعضی از این دوستان الان چی؟ الان درست دوربینه، بذار توی کار جان ببینم سعید جان. بله درست. نمیدونم چرا اینجوری شد. یه دفعه من فکر کنم مشکل از اینترنت اون طرف یا اسکایپ تو بود که اصلا کلن هنگ کرد، من صدای شما رو داشتم، شما صدای من رو نداشتی کلن. بعضی از دوستان در اینستاگرام می نویسن الان مشکل ما فقط نوع نوشتن کورده. نه دوستان، بحث این نیست. وقتی یک کسی که از زمان حکومت شاهنشاه بست تجزیه ایران بود، دوستان در اینستاگرام سوال کردن، یه نفر یه سوال بیخودی کرد که چرا شاهزاده رضا پهلوی با شهریار آهی با حزب دموکرات نشسته اونا که فلان. خب آقا نشستن که 10,000 بار گفتیم، همه میتونن برن با شاهزاده جلسه بذارن، صحبت کنن، گفتگو بکنن. نتیجه و خروجیش مهمه که آیا چه اتفاقی قرار رخ بده. حالا شهریار آهی تجزیه طلبه که همه میدونن، تجزیه طلبه جیرخوار اسرائیل همه میدونن. اما مهم اینجاست یه حزبی که از زمان حکومت شاهنشاهی دست به اسلحه برده، این همه کشتار کرده، عملیات‌های تروریستی انجام داده و کماکان دست از اسلحه ور نمی‌داره، حزبی که دنبال تجزیه ایرانه، در اساسنامه‌ش هم دنبال تجزیه ایران هست، حالا شما اومدین دنبال زیر بغل مار می‌گردید برای ما؟ اومدین دنبال چی می‌گه؟ شما نزدیک به 80 سال به ملت ایران و به مردم بخشای کرد زبان ما بدهکارید، به حتی به ترک زبان ها بدهکارید. جنایاتی که اینها در عملیات های مسلحانه و تروریستی در خاک ایران کردن از زمان شاهنشاهیان تا الان کم نبوده که الان زبونتون درازه. و اینکه فقط حالا همه چیز درست شده، یه نوشتن کلمه کرد مونده، اینو شما باید بفهمید که کاری کردن با ما ایرانیان که داستان قورباغه رو به ما اجرا کنن. یعنی یه قابلمه آب سرد گذاشتن ما رو این قورباغه انداختن تو، شعلش هم زیرش رو کم کردن، یواش یواش پخته میشه، قورباغه هم هیچ صداش در نمیاد، یه موقعی متوجه میشه که پخته شده، تموم شده. با ما مردم ایران هم این کارو کردن. ولی اگر همین اول که میگن کرد جلوشون بیستی با پشت دست شنام بزنید تو دهنشون که دندون کرسیش بیافته تو شکمش، غلط میکنن به فکر تجزیه بخشای ایران باشن. به قول آقای قاسمی، از دلی سگمونه که شغال میاد مرغمونه میبره. از بیخیالی و بیسوادی و بیشوری خودمونه که تجزیه طلبا با پول اسرائیل، با پول 4 تا کشور آشغال دیگه دنبال این هستن که خاک کشور ما رو جدا کنن. شما که رگ گردنتون باد میکنه، سینه‌تون چاک میدید، میایید جلو اینجوری حرف میزنید به عنوان اینکه کرد هم هستید، تازه که اینها به نام کرد دارن آبرویسیت مردم غیور کرد ما رو زیر سوال میبرن، آیا حاضر هستید؟ یعنی راضیید سکوت میکنید، خفه خون میگیرید اگر 4 تا دزد لاشخور بیاد خونتون از چنگتون در بیاره، شما و زن و بچه‌تون از تو خونتون پرت کنه بیرون و بگه اینجا خونه ماست، خونه شما نیست، بزن به چاک برو به سلامت؟ شما سکوت میکنید؟ چطور توقع دارید ما در قبال اینکه میخوان یه منطقه از کشورمون رو بکنن به اسم کرد هم بیاد این کارو بکنه سکوت بکنیم؟ اگر شما این کارو نمیکنید، بقیه مردم ایران که نباید به خاطر شما سکوت بکنن که. همونطوری که ما دنبال این هستیم تمام مردم ایران
با حقوق برابر و مساوی باید زندگی بکنن در تمامی زمینه‌های حقوق شهروندی، اجتماعی، اقتصادی، معیشتی، فرهنگی، آموزشی، تفریحی، ورزشی، هر چیزی باید در برابری کامل زندگی بکنن. دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی هستیم که به این نقطه با یک حکومتی که خود مردم ایران انتخاب میکنن، یک حکومت مردم سالار بیاد روی کار که این اتفاق خوب برای مردم ما رقم بزنه، قطعا در برابر هر آدم، هر شبه آدم، هر نوع حیوان جفت‌پا، چهارپا، حشره، هر کسی، هر گروهی که در ذهنش، در مخیلش یک خط نازک از تجزیه ایران رو به همراه داشته باشه، جلوش ما میستیم، سکوت نمی کنیم. هر کسی میخواد باشه در این زمینه باشه، فرق نمی کنه برای ما. نوع فدرالی که اینها دنبالش هستن یعنی تجزیه خاموش ایران. بفهمید بابا 6 سال 7 سال داریم میگی، اون موقع که ما این حرفا رو زدیم همه خفه خون گرفته بودن، هیچ حرف نمیزد اصلا. اون روزایی که ما میگفتیم این گروه ها، این افراد، امثال ناجوانمردی ها دشمن پادشاهی خواهان و دشمن شاهزاده رضا پهلوی و دنبال تجزیه طلبی هستن، همه برای ما شمشیر کشیدن. یه مقدار وقتشه که این مغزا رو از حالت آکبندی خارج کنید و ازش استفاده کنید. حیفه پس ورده میخواید برید زیر خاک یک جفت مغز آکبند بدید ما رو مور بخوره. الان خودتون استفاده کنید. نخنده های راسته یوتیوب برنامه هی خدا من نمیدم تا کجای صحبتم شنیده شد. صحبتات بود، تصویر فریز بود. بفهمید من برم توی یوتیوب. آه شما یوتیوب بده بعد مستند بخش کنید چون یه خیلی کار داره هنوز. من اینو میگفتم دوستان، وقتی اون حکومت آمریکا خروجی سایت های اندیشکدهش سیاست 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال، 10 سال آینده رو مطرح میکنه، بعد این و اون بلبلاشی قرار میاد توی این رسانه ها میگن و مسائل رو خیلی جلوتر از اون روزها در مورد صحبت ها. برای همینه که شما میبینید مثلا انتخابات آمریکا انجام نشده، اتفاق نیفتاده. بعد مثلا یه کسی مثل آرش آرامش و همسال این جانورانی که توی این رسانه ها از افتیدی میاد، میاد و صحبت از برنده شدن قطعی اون روز قبل از انتخابات، صحبت از شکست ترامپ و و ادامه داستان ها میکنن و برای خیلی از مردم عادی شاید یه نوع مثلا میخندم بهش، جوکش میکنم، یا با یارو دیونه است، چی داری میگی تو؟ مثلا ترامپ در اوج قدرت آمنی میشه، چی داری میگی؟ چون اون سیاست اون پشت آماده شده، داده شده به این کارشناس نماها که برید و این تخم رو بپاشید توی جامعه و بعد میبینید این اتفاق میفته. برای دنیا همینجوری علکی نیست، یعنی همچنین دینی نیست که مثلا من آمریکایی بلنشم برم چون پول دارم، چون فلانم، برم وارد بشم، برم بشم رئیس جمهور، برم کاندید بشم و بعد انتخاب بشم و بعد رئیس جمهور بشم و بعد بیام بر علیه اون حکومتی که من آورده بالا حرف بزنم و قیام کنم و سالم ببینم و ادامه حکومت داشته باشم. نه اینجوری نیست دوستان. دقیقا مثل رسانه های مافیایی که شما اجازه ندارید در این رسانه صحبتی بکنید که مردم رو تحریک کنید و مردم رو بلند کنی از پای رسانه، بلند کنی مردم از پای رسانه و بگید آقا برید بیرون تو خیابون و حق تو بگید. پای برنامه من نون به شما نمیده، برنامه من روغن 180 هزار تومان 200 هزار تومانی رو شما نمیده، برنامه من مرغ کیلویی 50-60 هزار تومانی که گیر نمیاد رو شما نمیده، برنامه من دارو به شما نمیده برای بیماری ها. برنامه من و ما، منظورم اون رسانه هاست، برنامه ما داروی نمیدونم دیابت به شما نمیده. آقا تو اگه داروی دیابت میخوای باید بری خیابون، باید بری دارو رو بگیری، باید از هلهوم این حکومت بکشی بیرون. شما اگه برنج دیرت نمیاد 40%، 100%، 140%، 400% گرونش کردن، پای برنامه من که بشینی میدونی دوست عزیز، هموطن من که داخل ایرانی صدای من میشنوی،
وقتی شما برنج 300 هزار تومانی 200 هزار تومانی 100 هزار تومانی گیرت نمیاد، سفرت خالیه، پا برنامه من به شما برنج نمیدن. پا برنامه من شما گوشت قرمز گیرت نمیاد، مرغ گیرت نمیاد. ولی یک پا برنامه من مخالف جمهوری اسلامی، این خشم درونی خالی میشه. یعنی مثل یک بادکنکی که آماده ترکیدنی میاد میشینی پای برنامه این سیاسیون و این رسانه ها. نمیدونم اون یه رو قاقاقتی کیه، اون یه رو الگنگه توی آلمان و امثال اینها. چهار تا فوش به آخان میده، دو تا فوش به این میده، دو تا فوش به اون میده، و این خشم شما خالی میشه. وقتی خشم خالی شد دیگه انگیزه ای برای مبارزه نداری، انگیزه ای برای اینکه بیای حق تو از جمهوری اسلامی طلب کنی نداری. میاد تو فضای مجازی چهار تا فوش کامنت می‌نویسی، چهار تا فوش داری نمیدونم فلان می‌نویسی، دلت خنک میشه، دلت خنک نمیشه، خشمت خالی میشه. و اتفاقا جمهوری اسلامی و مافیا دنبال اینه که خشم جوامع رو کنترل کنه و خالی کنه که این خشم به یه قیام نرسه. برای همین دوست عزیز من، برای همینه که تلویزیون های رنگ و برنگ برامون درست کردم، برای همینه که اینترپستون میاد دخترهای آنچنانی رو میاره بزک دوزک میکنه، لنگو پاشو رو باز میزنه برای جامعه ایرانی برنامه اجرا میکنه. شما فکر میکنید بی بی سی اینترنشنال من و تو و همسال اینها دلشون برای تو ایرانی که برنج گیرت نمیاد میسوزه؟ شما فکر میکنید اینا دلشون برای این میسوزه که تو بیمار دیابتی دارو نداره؟ به خدا دلشون برای من و شما ایرانی نمیسوزه. اینها اومدن خشم من و تو ایرانی رو کنترل کنن و فیس والمون رو بخوابونن. هر برنامه سازی ببینید این یه فخته، یک اصله. هر برنامه سازی که به شما گفت بیاید بشینید پای برنامه من هر روز براتون بهترین حرفا رو میزنم، من آدم که رستم و بعد پهلوان، من یه تن جمهوری اسلامی رو میندازم، بیاید بشینید پای برنامه من، مطمئن باشید اون میخواد شما رو سرگرم کنه، بهترین آدم روی زمین باشه. خوبه؟ اصلا این باید بالاتر که دیگه نداری که منی که بهترین آدم روی زمینم، یک امکان به اسم میکروفون یک یا دوربین یک رسانه در اختیارم، من نمیگم بیاید بشین پای برنامه من، من میگم دوست عزیز پای برنامه من نشین، برو تو خیابون حق تو بگی. اما هیچ رسانه‌ای به شما اینو نمیگه، رسانه ها میگن فقط رسانه ما، بیاید بشینید ببینید ما چی میگیم براتون. و دیدید صحبتشون هم که دیدید دیگه، الا ماشاءالله مزخرف، الا ماشاءالله مزخرف. به اسم دموکراسی یه روز اسماعیل نوری علا میشه خدا و پیغمبر، یه روز حسن شریعت مداری میشه بت زمان، یه روز مهدی خزعلی میشه قهرمان ملی، یه روز صادق زیباکلام میشه اصلا امرآس زمانه، یه روز جواد ظریف رو میکنن برامون امیر کبیر، یه روز هم میکنن تو سطل زباله. و همین یه روز یه روز یه روز ها 43 سال گذشته. خیلی مهمه ها، این مسئله خیلی مهمه. ویدیویی هست ما پخش کردیم بارها نزدیک سال 63-64 توی آمریکا تجمع ایرانیان هست که شاهزاده رضا پهلوی بانو یاسمین وارد این استودیو شدن، دیدید همتون دیگه، یه تجمع ایرانی بالای 15,000 جمعیت. زمانی که مافیا این پتانسیل رو در خارج از ایران دید شروع کرد به شبکه زدن. آیا قاسمی این پتانسیل رو اون یکی اومد این حزب زد، این یکی اومد این حزب زد، نوریگر رو پنج دادن، زد شیش دادن، بلی دوازده دادن، چهر اشکالات ها 25 دولت در تبعید زد، رسانه های مختلف اومد و این مردم رو بخش بخشش کردن. هر کی تیکه از این مردم رو کشید، این جمع و این نیروی عظیم ایرانی در خارج از کشور رو از هم پراکند. به همین سادگی و به همین راحتی. آیا قاسمی اینو که الان جناب کرامپور رو توضیحاتی داره بده و این مستند یه تیکش رو یه بخشش رو گوش می‌کنه. نه آقای قاسم من توضیح ندارم، فقط این تعداد 15000 نفر، بیش از 15000 نفری که اومدن در سالن ورزشی در یه ورزشگاه برای اینکه شاهزاده رضا پهلوی ورود پیدا کنن و سخنرانی داشته باشن، همه پادشاهی خواه بودن و این جمع منسجم پادشاهی خواه رو متلاشی کردن. اونایی که دنبال انسجام و همبستگی هستید، این اثر شوفر، اثر خوددانایی پنداری زیاد و خودفهم و شعور پنداری زیاد خفتون کرده،
که اندازه یه بچه دو ساله کار سیاسی هم حالیتون نمیشه. برید ببینید چه بلایی سر پادشاهی خواه اومده که میرن التماس دزدان و غارتگران و دشمنان ایران رو میکنن که تو